مازوشیسم دیپلماتیک، لطفاً امضا نکنید. در روزهای اخیر اعتراف آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی به فریب دادن مجلس شورای اسلامی در مورد برجام بحث‌های بسیار برانگیخته است. آقای ظریف در یک برنامه مجازی کوشید تا فریبکاری خود را در حد یک بدفهمی لغوی خلاصه کند. اما مسئله برجام به ضعف آقای ظریف در فهم واژگان یک زبان خارجی خلاصه نمی‌شود. مشکل کل دسیسه است که به نام برجام یا JCPOA شناخته شد. این دسیسه را آقای باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده آمریکا با کمک گروهی کوچک از مشاوران و همراهی بچه‌های نیویورک از جمله آقای ظریف طرح کرد. اما در این زمینه آقای اوباما همانطور که خودش تلویحاً می‌پذیرد با چند مشکل روبرو بود. نخست او می‌دانست که اگر جنجال بر سر برنامه اتمی ایران در چارچوب سازمان جهانی انرژی اتمی IAEA محدود بماند، خیلی زود می‌شود همه شبهات را رفع کرد و بدینسان به ایران اجازه داد که برنامه خود را در چارچوب قرارداد عدم گسترش سلاح‌های اتمی NPT ادامه دهد. در 30 سال گذشته، کشورهای متعدد عضو NPT از جمله آلمان فدرال، آفریقای جنوبی و آرژانتین مشکلاتی مشابه مشکلات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتند. مشکلاتی که با مذاکره و در چارچوب NPT به سرعت حل شد. در نتیجه برای تحمیل کنترل‌های مورد نظر بر ایران، اوباما نیازمند بیرون کشیدن مسئله از چارچوب IAEA و NPT بود. اما در آن مسیر نیز او با مشکل دیگری روبرو می شد. سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن. اگر دعوای ایران و IAEA به شورای امنیت می رفت، باز هم مسئله در چارچوب NPT محدود می ماند و حل می شد که در نتیجه کنترلی که اوباما می خواست از دست می رفت. راه حل آقای اوباما این بود که کل مسئله را از چارچوب قوانین بین المللی و سازمان‌های جهانی ضامن بر اجرای آن قوانین بیرون آورد. در آن مسیر لازم بود که هم آژانس بین المللی انرژی اتمی، هم شورای امنیت و هم سازمان ملل متحد در حاشیه بازی قرار گیرند تا یک بازیگر جدید ابتکار عمل را به دست گیرد. این بازیگر جدید جانوری بود که به عنوان گروه 5+1 شناخته شد. این گروه مرکب از 5 عضو شورای امنیت با حق وتو به اضافه آلمان هیچ موجودیت قانونی ندارد، زیرا نه نماینده مرجع خاصی است و نه پاسخگو به مرجع خاص. این نخستین بار در تاریخ مناسبات بین المللی است که یک کشور شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد با یک گروه غیر رسمی که هیچ وجاهت قانونی و حقوقی ندارد در مورد مسائلی که مربوط می شود به حاکمیت ملی به مذاکره تن در می دهد. این واقعیت حیرت آور در متن انگلیسی برجام به وضوح آمده است که ساخت و ساز مورد بحث فقط و فقط در مورد ایران نافذ است و در مورد هیچ کشور دیگری به کار نخواهد رفت. مناسبات بین المللی همواره بر اساس شناخت و احترام متقابل به حق حاکمیت طرفین مذاکره شکل می گیرد. هیچ دولتی نمی پذیرد که با طرفی وارد مذاکره شود که دارای مشروعیت حقوقی نیست، مگر اینکه آن دولت در مشروعیت خود شک داشته باشد. در برجام ایران اکنون زیر سلطه جمهوری اسلامی ملزم به اجرای دستوراتی می شود که حاکمیت ملیش را در بسیاری زمینه های سیاسی، بازرگانی، صنعتی و علمی محدود می کند. در عوض گروه غیر رسمی 5+1 که بعداً اتحادیه اروپا نیز بی سر و صدا به آن پیوست وعده می‌دهد که بعضی تحریم‌های وضع شده علیه ایران را معلق می‌کند. در اینجا نیز مشکل این است که معلق کردن بسیاری از تحریم‌های مورد بحث در اختیار گروه غیرقانونی 5+1 نیست. بسیاری از تحریم‌ها را فقط با رأی کنگره ایالات متحده آمریکا، پارلمان‌های اروپایی، روسی، چینی و از همه مهمتر شورای امنیت می‌توان معلق کرد. به عبارت دیگر در برجام ایران چیزهای مشخص و قابل لمس می‌دهد و در عوض وعده‌های مبهم تحویل می‌گیرد. در چند سالی که از آغاز بازی برجام می‌گذرد، ایران هم پیاز را خورده، هم چوب را تحمل کرده و هم پول را داده است. این را باید نوعی دیپلماسی خود آزارانه یا مازوشیست نامید. دولتی که حاضر است حاکمیت و منافع ملی خود را زیر پا بگذارد و در عوض رنج و عذاب تازه‌ای برای مردم خود به ارمغان آورد.
دیپلماسی مازوشیستی آقای ظریف و حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در آغاز مرا یاد وزیر خارجه آلمان پس از معاهده ورسای انداخت. او نیز آنچه را دیکته شده بود پذیرفت، به امید اینکه گروه سیاسی و حزبیش بتواند در برلین به اعمال قدرت حکومتی ادامه بدهد. البته مدافعان برجام از جمله روحانی و ظریف مدعی اند اگر برجام اجرا می شد و اگر بعضی تحریم ها رفع می شد، جمهوری اسلامی می توانست نفسی تازه کند، در حالی که مردم ایران می توانستند به آینده امیدوار بشوند. در آن صورت طبیعی است که بچه های نیویورک به عنوان گروهی که کلید مشکلات را در اختیار دارند می توانستند خمینی گرایان افراطی را کنار بزنند و ایران را اندک اندک به مسیر زندگی نرمال بازگردانند. این مطلب را جک استراو، یکی از مرشدان روحانی، نیز در دیدار در لندن برای ما توضیح داد. اسراو، وزیر خارجه اسبق بریتانیا، مدعی بود که هدف اصلی برجام بستن پرونده انقلاب خمینی‌گرا و باز کردن پرونده ایران به عنوان یک قدرت مسئول بود. در این صورت ممکن است بپرسید چرا کسانی که مانند این ستون نویس مخالف کلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز بودند با برجام نیز مخالفت کردند و نخواستند که استراتژی اوباما اسراو برای روی کار آمدن بچه‌های نیویورک به ثمر برسد؟ پاسخ روشن است. هدف هرگز وسیله را توجیه نمی کند. خواست ما برای بستن پرونده انقلاب اسلامی و تغییر رژیم در ایران به هیچ وجه به معنی آن نیست که برای رسیدن به آن اهداف هر وسیله‌ای از جمله تبدیل ایران به یک مستعمره نو را خواهیم پذیرفت. برای ما حاکمیت ملی یکی از خطوط قرمز است که هرگز نباید حتی با صورتی شدن کمرنگ شود. آنچه اکنون لازم است اعلام مرگ نهایی برجام است تا ملت ایران بتواند اندک اندک این کابوس وحشتناک را فراموش کند. راه حل منطقی این است که اعلام کنیم ما با گروه 5+1 که هیچ مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد مذاکره نمی کنیم. اگر شورای امنیت این گروه را رسما و با مشخص کردن حدود مأموریت و اختیارات و نحوه پاسخگویی به عنوان نماینده خود معرفی کند، طبیعی است که می توان مذاکرات را از سر گرفت. این موضع‌گیری به معنای مخالفت با هر گونه مذاکره نیست. در این حال هشدار جدی نیز مطرح است. ایران امروز در موضع ضعف قرار دارد و در هر روند مذاکراتی ممکن است به خودفریبی و تسلیم تن در دهد. همانطور که روحانی و ظریف تن دادند. نه تنها برجام بلکه کنوانسیون حقوق دریای خزر نمونه های از این خودفریبی و تسلیمند. در مورد آنچه قرارداد راهبردی با چین خوانده می شود نیز باید گفت که ایران با رژیم کنونی در موقعیتی نیست که بتواند در سطح لازم با غول کمونیست روبرو شود. در شرایط کنونی چینی ها سعی خواهند کرد تا مانند آمریکا در برجام و روسیه در کنوانسیون خزر وعده نسیه بدهند و نقد بگیرند. در واقع می توان پرسید چه نیازی به قراردادهای فرابردی است؟ ما به قراردادهای بازرگانی با چین نیازمندیم. چارچوب چنین قراردادی همکنون به شکل تفاهمی که در سال 1356 بین دو کشور امضا شد وجود دارد. آنچه لازم است شناخت متقابل استانداردهای صنعتی و فنی و علمی دو طرف است، همراه با توافق بر سر چارچوب قانونی حکمیت در صورت اختلاف. هیچ لزومی ندارد که بخش‌های بزرگی از اقتصادمان را برای 20 یا 25 سال در انحصار چین، روسیه، آمریکا یا هر کشور دیگر قرار دهیم. امروز کشورها در پی بازرگانی آزادند تا همیشه دستشان برای رسیدن به بهترین معاملات باز بماند. اما برای اینکه ایران بتواند از این استراتژی بهره گیرد، به کادری وسیع از مذاکره کنندگان تعلیم دیده و مسلط بر مقررات نظام بین‌المللی موجود نیازمندیم. متاسفانه امروز چنین کادری نداریم و کسانی چون حسین امیر عبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه جمهوری اسلامی و تیم مسلک زدگان او در موقعیتی نیستند که صورت مسئله را درک کنند، چه رسد به اینکه راه حل بیابند. در حال حاضر فقط شعار لطفاً امضا نکنید میتواند ایران را از افتادن به تله های برجامی چینی، روسی و حتی شاید آمریکایی مسئول نگه دارد. نویسنده امیر طاهری، ایندیپندنت فارسی.